سلام من علی پیشکر هستم و به اولین قسمت از دوره آموزش پایتون خوش اومدید اول از همه این ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب داشته باشید تا از ویدیوهای جدیدی که میذارم با خبر باشید تو این ویدیو میخوام دوره رو بهتون معرفی کنم و ببینیم این پایتونی که میگن آینده رو پیش بینی میکنه چیه پایتون چیست؟ یا بهتره بگم زبون برنامه نویسی پایتون چیست؟ اصلا زبون برنامه نویسی یعنی چی؟ ما به توانایی برقراری ارتباط با دیگران زبون میگیم من و شما که میخوایم با همدیگه صحبت کنیم داریم به یک زبون مشترک صحبت میکنیم که همدیگه رو بفهمیم اون زبون مشترکی که ما الان داریم صحبت میکنیم زبون فارسیه حالا ما اگه بخوام با یک کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم باید با یه زبون مشترک باهاش صحبت کنیم که اون زبون مشترکه همون زبون برنامه نویسیه که بین ما دوتا واسط میشه حالا اگه بخوام تعریف کلی از زبون برنامه نویسی بگم به, ب... به توانایی برقراری ارتباط با کامپیوتر زبون برنامه نویسی میگم برگردیم سراغ اینکه زبون برنامه نویسی پایتون چیه پایتون یه زبون برنامه نویسی سطح بالا به حساب میاد این سطح بالا که میگیم یعنی چی هستن زبون رو زبونه برنامه نویسی رو ما عموما به دو دسته تقسیم میکنیم زبون سطح بالا و زبون سطح پایین زبون سطح بالا یعنی هرچی زبون سطح بالاتر باشه به زبون انسان نزدیک و هرچی زبون سطح پایین تر باشه به زبون ماشین یا همون کامپیوتر نزدیکتره تا زبون انسان ولی پایتون اینجا یک زبون سطح بالاه یعنی به زبون ما انسان‌ها نزدیک‌تره پس فهم و یادگیریش خیلی راستون از زبون های دیگه است برای همین برای شروع زبون یادگیری یک زبون پایتون به شدت پیشنهاد میشه به جز سطح بالا بودن و نزدیکیش به زبون ما پایتون دلایل دیگه‌ای هم برای محبوبیتش داره یادگیری پایتون بسیار راحته و برای همین برنامه نویس های تازه کار عموما به عنوان یکی از گزینه های اولشون زبون برنامه پایتون رو انتخاب می‌کنن به جز این پایتون یه زبون همه منظور است یعنی باهاش میتونیم هر کاری رو انجام بدیم از هوش مصنوعی و تحلیل داده گرفته تا طراحی ساخت بازی و وبسایت علاوه بر این زبون برنامه پایتون از ماژول و بسته مختلفی هم استفاده میکنه که برنامه نویسی رو برای ما خیلی راحتتر و سریعتر میکنه و کتاب خیلی خوب و کاملی هم داره که باعث میشه ما رو تو هر زمینه‌ای بی نیاز بکن پایتون کاربردهای بسیار زیادی هم داره اولیش توی طراحی سایت که با استفاده از کتابخونه‌هایی مثل جنگو و فلسک می‌تونیم یه وبسایت رو طراحی کنیم دومیش توی هوش مصنوعی یادگیری ماشینه که این روزا خیلی ترنده و چجیبیتی هم از پایتون استفاده کرد سومیش ساخت اپلیکیشن های موبایلیه که باش میتونیم اپلیکیشن اندروید و آی او اس بنویسیم چهارمیش داده کاوی و بیگ دیتا هی. که ما موقع تحلیل و پردازش دیتاهای های زیاد میتونیم از پایتون استفاده کنیم پنجمیش ساخت بازی های کامپیوتریه که این روزا هم خیلی از بازی هایی که داریم میبینیم و با پایتون نوشتن و شیشمیش هم توی اینترنت اشیا استفاده میشه خیلی از شرکت های بزرگ دنیا دارن از زبون برنامه‌نویسی پایتون توی کاراشون استفاده می‌کنن. که چند تا از اینا رو من لوگوشون رو اینجا گذاشتم مثل ناسا مثل اینستاگرام مثل دراپ باکس مثل اسپاتیفای مثل گوگل مثل پینترست مثل یوتیوب و میوزیلا شرکت های بزرگ ایران هم مثل بقیه دنیا از زبون برنامه‌نویسی پایتون توی کاراشون استفاده می‌کنن. که چند تا از اونا رو من لوگوشون رو اینجا براتون گذاشتم مثل دیجیکالا مثل بازار مثل دیوار مثل اسنپ و بقیه شرکت هایی که اینجا میبینید که اینا همش نشون میده که پایتون توی ای... چه ایران و چه توی جهان از محبوبیت بالایی برخورداره و کاربرد بسیار زیادی هم داره به جز اینا بازار کار خوبی هم داره هم داخل ایران و هم داخل دنیا میتونید خیلی راحت از زبون آنرسی پایتون کار پیدا کنید و وارد بازار کار بشید تو این دوره قراره پایتون رو با استفاده از و تمرین ها و تمرینا یاد بگیرید و خودتون رو آماده کنید برای ورود به بازار کار و کار کردن با کتاب های پیشرفته پایتون خوشحال میشم اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و چنل منم سابسکرایب داشته باشید مرسی که منو تماشا کردید امیدوارم روز شگفت انگیزی داشته باشید توی ویدیو بعدی میبینمتون